به نام خداوند مهربان، سلام به شما بیننده های خوب نمایش آشپزی. درود بر شما و همچنین همه خوبای ایرانی هر جا هستید، پیروز و سلامت باشید. ما میتونیم، ما میدونیم، این شعاره که یادتون نرفته. شما هم نمایش آشپزی رو ببینید تا هم بدونید هم بتونید. بعد از دونستن و تونستن میرسیم به پاستا. امروز که پاستا با سس انار میخوایم براتون درست کنیم، البته همراه با میتبال یا کوفته ریزه. پاستای رشته‌ای داریم یا ماکارونی به میزان 200 تا 300 گرم. سیر حدودا 7 تا 8 حب استفاده میکنیم که میدونید بسیار مفیده. آویشن نکوبیده حدودا 1 قاشق غذاخوری. گردو داریم که این پاستا رو لذیذ میکنه و متفاوت، حدودا 50 تا 100 گرم. رزماری که میخوایم لابلاش بدیم اون رو طعمش رو دلپذیر میکنه، حدودا 4 5 ساقه استفاده میکنیم. رب انار که طعم لذیذی رو داره، پاییزی، حدودا 1 تا 2 قاشق غذاخوری. آب لیمو برای اینکه یک طعمی رو به خود پاستا بدیم و تو آلدانته کردن خود پاستا که توضیح میدیم چیه استفاده میکنیم، 1 تا 2 قاشق غذاخوری. کره حدودا 100 گرم. در کنارش آب انار داریم، باز هم طعم اون رو پاییزی‌تر میکنه، حدودا 1 تا 2 قاشق غذاخوری. گوشت چرخ کرده داریم که می‌خوایم کوفته ریزه یا میتبال باش درست کنیم، بودن 100 تا 150، می‌تونیم تا 200 300 گرم هم استفاده کنیم. پیاز 1 تا 2 عدد اون رو رنده ریز کردیم و آبشو گرفتیم. شیر که می‌دونید پاستا رو می‌خوایم با اون بجوشونیم تو قسمت آخر، حدوداً 1 تا 2 قاشق غذاخوری. انار که می‌خوایم دونه‌هاشو استفاده بکنیم برای در اصل گارنیش و خود طعم اصلی پاستا، حدوداً 1 عدد انار رو در نظر می‌گیریم. نمک، فلفل، ادویه‌جات و کمی هم روغن که پاستا رو لذیذ بکنه. بخش اعظم غذای امروزمون کربوهیدراته. همین رشته های ماکارونی که میبینید، مطمئنم که تو سالهای مختلف هم شما اینو درست کردید، تو منزلتون میل کردید، لذت هم بردید. خیلی ها وقتی میخوان رژیم بگیرن میان کربوهیدرات رو از رژیم غذاییشون حذف میکنن. این یه کار اشتباهه. کربوهیدرات جز به مواد لازم برای بدنه، مخصوصا اگر فعالیت بدنی زیاد دارید یا ورزشکار حرفه‌ای هستید. اگر قصد لاغری هم دارید یادتون نره که کربوهیدرات باید حتی به مقدار کم جزء مواد غذایی مصرفی روزانه‌تون باشه. بسیار عالی. صحبت کربوهیدرات و ماکارونی شد و پاستا. ما پاستای رشته‌ای رو ریختیم داخل این آب جوشی که قبلا به زردچوبه کمی نمک و همچنین آب لیمو زده بودیم. البته یه مقدار دیگه از آب لیمو رو من باید به این اضافه بکنم که رنگ بهتری رو ما بده. زیرش هم بذاره زیاد کنیم. حالا در کنارش قراره گوشتمون رو آماده کنیم، قراره کوفته ریزه درست کنیم یا میتبال درست کنیم. گوشت رو می‌ریزیم داخل ظرفی که آماده کردیم. پیاز آب گرفته شده بهش اضافه میکنیم. آقا تهرونیش هم میشه کله گنجشکی. کله گنجشکی هم شما هم که تهرونی اصیل هستین و چقدر خوب. حالا فلفل سیاه نیم کوب بهش اضافه میکنیم. چه عطری داره، چقدر خوب. کمی نمک، زردچوبه که میدونید بسیار برای بدن مفیده، فلفل قرمز و پودر سیر که بوی زهم گوشت رو میگیره. کمی اون رو ماساژ میدیم. بعد که اون رو ماساژ دادیم تکه‌های کوچیکی درست میکنیم، یعنی کوفته ریزه‌ای درست میکنیم که حدوداً 20 گرم 15 تا 20 گرم که میخوایم خیلی هم کوچیک نباشه. خب کوفته ریزه‌ها رو که داریم آماده میکنیم، یه چند تایی هم از قبل آماده کردم میندازم اینجا. اینم چند تایی که از قبل آماده کردیم هفتش بدیم توی تابلو. یکی دو تا دیگه هم درست کنم که خیلی سریع و تند. پاستا الان آره کم کم دیگه داره آماده میشه. من باید برم این رو آبکش کنم و برسم خدمت دوستان تو قسمت بعدی که این پاستا آبکش شده و بقیه داستان رو بگم به چه صورتی هست. ما امروز برای تفت دادن گوشت ها و همچنین پختن پاستا اومدیم از سرویس 8 پارچه تفلون مشکی رنگی استفاده کردیم که اینجا شما دارید میبینید. این محصول یه محصول خوب با کیفیت و با قیمت مناسبه که تولید کشورمون ایرانه. خدمتتون عرض کنم که تولید کننده از اونجایی که از کیفیت محصول خودش مطمئن بوده اومده 100 روز ضمانت براش در نظر گرفته، 1 سال خدمات پس از فروش و مهمترین نکته درباره این ظروف داشتن نشان استاندارد ایران هست. یعنی با خیال راحت میتونید خرید کنید. قیمتش 249,000 تومان، اما با 100,000 تومان تخفیف شما میتونید صاحب 1 بسته از این ظروف خوب آشپزی بشید. برای سفارش کافیه تلفن همراهو بردارید و همین الان عدد 5 رو به سامانه که زیر گیرندهاتون حک میشه ارسال کنید. با شما تماس میگیرن و محصول رو هم در منزل بهتون تحویل میدن. ما میریم سراغ ادامه سرخ کردن گوشتا. ممنونم از توجهی که دارید به نمایش آشپزی میکنید. گوشتا رو تفت دادیم، حالا باید بریم سراغ درست کردن سس. بله، سس
انار رو می‌خوایم درست کنیم، اولین کاری که می‌کنیم سیرمون رو ساتوری می‌کنیم. شما اگه می‌خواید به این سرعت سیر رو ساتوری کنید حتما قبلش تمرین کنید. آره حتما تمرین کنید. ما هم تمرین کردیم، چندین بارم دستامون رو بریدیم تا رسیدیم به اینجایی که میتونیم بذار با سرعت کار کنیم. تو کار خیلی سختی نیست، تمرین کنیم. میتونید یکم سیر اضافه کردیم، حالا یکم روغن. فقط بوی سیر رو نیاز داریم، خیلی نمیخوایم اون رو سرخش کنیم. حالا گردو رو چاپ میکنیم. چاپ کردن یعنی خرد کردن. پس ما قرار شد که چاپ کنیم گردوهامون رو یا خرد کنیم، خیلی هم ریزش نمیکنیم. گردو رو بهش اضافه میکنیم، مخصوصا تو تغذیه کودکان اگه استفاده کنیم عالیه، عالیه. بهش رو بنا رو اضافه میکنیم. میریم سراغ آب انار. دونه انار رو نگه میداریم برای قسمتی که میخوایم پاستا رو با هم مخلوط کنیم. شیر هم برای همین چنین، رزماری هم برای همون قسمت. الان گوشتامون رو که از قبل سرخ کردیم بهش اضافه میکنیم. چقدر باید داخل سس بمونه؟ خیلی کم، حدودا 10 دقیقه یه ربع کافیه. یه مقدار اون رو هم میزنیم. میبینید یه رنگ بسیار خوبی پیدا میکنه. میتونید دونای انار رو اینجا اضافه کنید. فقط بعدیش اینه که رنگش رو از دست میده. پس تو پاستا اضافه کنید بهتره. پس اینجا میذاریم یه ذره تو این سس قل بخوره، طعم پیدا کنه. بعد میایم تو قسمت بعدی با پاستا رو مخلوط میکنیم و بقیه ماجرا. دیدید که ما امروز تو برنامه‌مون پاستا با سس انار داریم، یک سس متفاوت هست. شما هم میتونید اگر برنامه ما رو ببینید این غذا رو درست کنید. به خاطر خاصیت‌های زیاد انار فکر می‌کنم این غذا خیلی براتون مفید باشه. هم خونسازه، همین که اگر در معرض آلودگی باشید میتونه تصفیه کنه برای شما، این کار رو انجام بده. چربی سوزه. اگر در نواحی هم هستید که تو رژیم غذاییتون گوشت شتر هست، بعد از مصرف کردن حتما آب انار یادتون نره. فصل پاییز و انار خوب و دونه های انار بسیار عالی. اولین کاری که میکنیم کره رو میندازیم داخل تابه. یک مقدار سیره رو له میکنیم برای اینکه راحت تر خورد بشه و اون رو کمی ساتوری حالا به کرمون اضافه میکنیم. یه ذره اینو زیاد میکنیم. بعد که این کار انجام دادیم نوبت میشه که یه ذره شیر بهش اضافه کنیم. فقط خیلی نه، چون میخوایم پاستامون طعم متفاوت تری پیدا کنه و پاستایی خوشمزه است که داخلش طعم شیر رو داشته باشیم. حس بشه. بله. حالا پاستامون رو ببینید چقدر خوب، چقدر خوب بهش اضافه میکنیم هر چقدر که میخوایم. من فکر میکنم همین اندازه به تعداد گوشتمون کافیه. میدونم تعداد بچه هم زیادی، این هم اضافه میکنم به خاطر بچه ها. حالا یه مقداری اون رو زیر و رو میکنم. حالا گوشتمون رو بهش اضافه میکنم که با سس آماده کردیم. ببینید چه رنگی. من یه دونه دیگه از این داره. کاش الان تو استودیو بودین، عطر واقعا استشمام میکردید، خیلی خوشبوه. حالا اینا رو با هم مخلوط میکنیم و بقیه ادویجاتمون رو بهش اضافه میکنیم. حالا در نهایت طعم اصلی رو اینجا تنظیم کمی بهش آویشن، رزماری رو، برگ اصلیش و در نهایت دونه های انار رو بهش اضافه میکنیم و میریم تو قسمت بعدی که آماده بشه و طعم بسیار خوبی رو پیدا کنه. این هم از دونه های انار. این پاستای خوشمزه و خوشرنگ امروز توی این سرویس 8 پارچه تفلون درست شد. سرویسی که مشکی رنگ هست، بسیار با کیفیته. چرا میگیم با کیفیت؟ برای اینکه دستگیرهای نسوز داره. رنگ بیرونیش هم زیباست، هم نسوز، مقاوم در برابر حرارت. پوشش تفلونش با 25 میکرون قطر کار شده، مواد بهش نمیچسبه، شستشوی آسونی داره. جدای از این درهای پیرکس داره با سوپاپ اطمینان، استیل ضد زنگ و با خیال راحت میتونید یه آشپزی راحت و شما تجربه کنید. با این ظروف نشان استاندارد ایران هم داره. قیمتشون 249 هزار تومانه، اما نه برای شمایی که الان بیننده نمایش آشپزی هستید. شما میتونید با 100 هزار تومان تخفیف این محصول خوب و کارا رو برای خودتون سفارش بدید. برای سفارش هم همین الان تلفن همراهو بردارید و عدد 5 رو به این سامانه که زیر گیرنده‌هاتون هک شده ارسال کنید. با شما تماس میگیرن، محصول رو هم در منزل بهتون تحویل میدن. یک فرصت به ما بدید، برمیگردیم. خب رسیدیم به چیدمان غذا. خیلی سریع میریم سراغ مربای زرشک. داریم
یه مقدار مربای زرشک می‌ریزیم با لیسه یا با چیز برش می‌گردونیم حالتی که می‌خوایم. ببینید چقدر شکل خوبی پیدا می‌کنه، رنگ هارمونی عالی. حالا یه مقداری از ربع انار میایم خطای زیگزالی می‌ندازیم اینجا تا اینجای کار. حالا میرسیم به موادی که داریم. میایم از سیر برشته استفاده میکنیم جهت گارنیش، کمی از قارچ برشته. حالا خود مواد اصلیمو، مواد اصلیمونو جوری که دوست داریم میذاریم داخل بشقاب. کمی از این گوشت بر روش میذاریم، یه مقدار از این روکولا کناره هاش میدیم. واقعا وقتی آدم طراحی میکنه دوست داره بخوره این غذا رو. یه مقدارم از گردوها کناره هاش برای اینکه خالی از عریضه نباشه. یه بخشی هم از این اناره رو اینجوری میریزیم روش و کار ما تمام میشه. اما این غذای خوشمزه به کمک این سرویس 8 پارچه تفلون پخته شد. سرویسی که برخلاف 8 پارچه‌ای موجود تو بازار که معمولاً 4 تا ظرف 4 تا در داره، 5 تا ظرف داره و 3 تا در که درها به طور مشترک بین قابلمه‌ها و تابه‌ها قابل استفاده است. یعنی به نفع شما این مصرف کننده، تولید کننده اومده 1 ظرف طبق غذای بیشتر گذاشته. در زمان آشپزی دستتون بازتره. با این سرویس میتونید یک آشپزی خوب، حرفه‌ای و آسون رو تجربه کنید. قیمتش 249 هزار تومانه اما با 100 هزار تومان تخفیفی که توی برنامه نمایش آشپزی از طرف تولید کننده قرار داده شده، شما میتونید فقط با 149 هزار تومان این محصول خوب و کارا رو برای خودتون سفارش بدید. برای سفارش هم کافیه تلفن همراه رو بردارید و عدد 5 رو به سامانه 1055-58 ارسال کنید. با شما تماس میگیرن، محصول رو در منزل بهتون تحویل میدن. در زمان تحویل کالا هم میتونید پول رو پرداخت کنید. خب جناب شجاعی هم تشریف آوردن. آقا آب پرتقال آوردم خدمتتون که با این پاستای خوشمزه، البته از نوع پاستا با سس انار و همچنین با میتبال یا کوفته ریزه رو با یه آب پرتقال میل کنید که فصل پاییز زمستون و خوراکش خوردن ویتامین سی از نوع پرتقال شد. خیلی زحمت کشید. مرسی از شما. راجب غذا اگه توضیح داریم به بینندگان بدیم. حتما. غذای امروز ما پاستا با سس انار بود که اون رو آماده کردیم. بسیار هم خوشمزه، خوش عطر بود. دیدید که دیزاینش هم متفاوت بود، یا وارنیش همچنین چیدمانش هم متفاوت بود. یه غذای ساده تو منازلتون درست کنین تو فصل پاییز و زمستون، خیلی خیلی کنار خانواده حال میده که آدم این غذا رو بخوره. سفارش میکنم حتما درست کنید. من هم از توجه شما ممنونم و همه شما را تا یک قسمت دیگه از برنامه نمایش آشپزی به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.